برگزاری انتخابات یکی از پایه‌های اساسی نظام دموکراتیک خوانده شده است، اما دیرست که این موضوع با بگومگوهای شهروندان کشور روبرو شده است. هرچند حکومت پیش از این تعهد سپرده است که تلاش خواهند کرد تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را در سال جاری برگزار نماید، اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان بنابر دلایل برگزاری این امر را در این سال ناممکن می‌دانند. مجلس رای دهنده در قانون انتخابات به صراحت وجود دارد، ولی مرجع اجرا است. در اوج گفته که باید لیست رای دهنده در تمام مراکز ثبت شود و اعلان شود. چرا حکومت یک پارلمان ملامت نکرد به قانون تصویب؟ چرا حکومت توانمندی نداشت که لیست رای دهنده را در تمام مراکز داری به ثبت میرساند و اعلان میکرد که در فلان مرکز شهر کابل اینی تعداد افراد میخوان رای بدن؟ این کار را میتونست. اما چه دلیل باعث خواهد شد که این انتخابات در این سال برگزار نشود؟ توانمندی را حکومت نخواهد داشت که بتانه انتخابات دایر کنه. اقلا 6 ماه قبل از تدبیر انتخابات باید تقویم انتخابات اعلان شود و کمپاین ها آغاز شود، ثبت نام آغاز شود، توزیع کارت و یا بدیلش آغاز شود و سم شکایات باید کار خود آغاز بکنه، که متاسفانه 6 ماه اگر ما حساب بکنیم در ماه جدی در و هم ما نمیتونیم انتخابات برگزار کنیم. در شرایط کنونی براستی برگزاری انتخابات یک امر بسیار مشکل است و امیدوار هستم که حکومت بتواند در طی چند ماهی که وعده داده امنیت را در سرتاسر افغانستان تامین بکنه تا موفق بشه به برگزاری انتخابات. این گفته ها در حال مطرح می شود که در حال حاضر در بیشتر از ولایت های کشور عملا نبرد های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت جریان دارد، موضوعی که به باور بسیاری ها برگزاری انتخابات پیشرو را به ویژه در مناطق دوردست کشور ناممکن خواهد ساخت.